تفسیر سوره مائون. سوره مائون در مکه مکرمه نازل شده است. بیان اخلاق تکذیب کنندگان دین و آخرت و برای برحذر داشتن مؤمنان و بد دیدن کافران. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین. آیا کسی را که انکار کننده روز قیامت است دیده ای؟ یعنی آیا به حال کسی که روز قیامت را دروغ میپندارد تعجب نمیکنی؟ آیا نمیبینی که از همین حجت ها دین و وجود درست آن را انکار میکند و به دلیل ها واقع شدن آن روز را با اثبات میرساند دروغ میپندارند؟ فذلک الذی یدعو الیتیم. است که یتیم را با تحقیر و دشمنی میراند. یعنی این دروغ پندارنده ای که طبیعت بد دارد، دشمنی دارد و دل سخت دارد، یتیم را با درشتی از حقش باز می دارد و بر حال ناتوانش رحم نمی کند. زیرا وقتی که روز قیامت را دروغ پنداشت، نه امیدوار پاداش است و نه از عذاب او می ترسد. و لا یحب علی طعام المسکین. و به تعام دادن به بینوایان تشویق نمی کند. یعنی دیگران را به تعام دادن برای مسکینان تشویق نمی کند و فرا نمی خواند و دعوت نمی کند، چی رسد که خود تعامشان دهد. بنابراین هم خود بخیل است و هم مردم را به بخیلی امر می کند. هم از حق بندگی آفریدگار منکر است و هم از حق معامله با مخلوق انکار می ورزد. پس وای بر نمازگزاران، یعنی عذاب سخت و زیان حقیقی روبروی نمازگزاران است که به نمازهایشان پروای ندارند و طبق میل هوای هوس خود آن را ادا می نمایند، زیرا در شهوات خود فرو رفته اند. الذین هم عن صلاتهم ساهون. که از نمازشان غافلند. یعنی آنان که از نماز خود غفلت دارند، با این راه که با تأخیر وقت به ادایش می پردازند، در ادای نماز خطاها را وارد می کنند و به اساس نماز که نهی از فحشا و منکرها هست عمل نمی کنند. یعنی نماز را با تأخیر وقت ادا می نمایند و نادرست ادا می نمایند. آنان که خود نمایی میکنند، آنان که عملها را به مقصد نشان دادن به مردم انجام میدهند و در انجام آن به الله سبحانه و تعالی اخلاص ندارند. بله، عمل شخص ریاکار فاسد است، زیرا به سبب ذلت نفس و زشتی باطن آفریدگار خود را فراموش کرده است. و از دادن چیزهای ضروری و عادی به دیگران دریغ میدارند. یعنی چیزهایی را که به خیر دیگران است و دادن آن ضرری ندارد، از مردم آن را باز می دارند. یعنی خیرشان را باز می دارند، فرسنده ها را دفع می نمایند، نه در عبادت پروردگار اخلاص دارند و نه به مخلوقات فایده می رسانند، بلکه از جمله سنگدلان هستند، جفاکار هستند و بخیل و ریاکار هستند.